چند روز از به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان در افغانستان و فرار اشرف غنی رئیس جمهور این کشور زمان می گذارد. در طول این مدت طالبان تلاش کرده خود را متفاوت با طالبان دو دهه پیش نشان بدهد و در حال تظاهر به خوشرفتاری با مردم بوده و روی ستیز جویانه خود را نشان ندادند. اما برخی اظهار نظرهای تعدادی از سنی های تندروی طالبان در گوشه و کنار این کشور نشان می دهد این تروریست ها همان تروریست های 20 سال قبل هستند و فقط تلاش می کنند خود را متفاوت نشان دهند همکارم علی اکبری گزارش می دهد یکی از سخنگویان سنی های تندروه طالبان تیه اظهاراتی اعلام کرده که زنان باید از این پس هجاب را در افغانستان رعایت کنند. البته پوشیدن برق الزامی نیست و آنها می توانند انواع دیگری از هجاب را برگزینند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوه پای تخت قطر که این مطالب را بیان کرده در ادامه گفت برق تنها هجابی نیست که می توان از آن استفاده کرد. انواع مختلفی از هجاب وجود دارد که محدود به برقه نیست اما هجاب بر همه زنان واجب است تنها چند ساعت پس از اعلام این اظهارات سویل شاهین موجی از موضع گیری ها و انتقاد های موافق و مخالف در فضای مجازی افغانستان به راه افتاده است گروهی از مخالفان معتقدند این اظهارات مقدمه است برای اجباری کردن برقه و بازگشت به 20 سال قبل گروهی دیگر هم کلا اجباری شدن هجاب را مخالف آزادی های فردی دانستند. اما موافقان این اظهار نظر معتقدند اجباری نشدن برغه و اکتفا کردن به هجاب به منزله روشنتر شدن تفکر و اعتقادات طالبان است و در این باره میگویند این عقب نشینی ثابت می کند که طالبان احتمالا در دیگر مواضع خود هم نسبت به گذشته ملایم تر عمل کند و آزادی بیشتری به زنان بدهد مثلا آزادی رفتن سر کار و یا خروج از منزل بدون حضور همسر یا محرم از دیگر مواضع طالبان می باشد در این میان کارشناسان مسائل سیاسی و فرهنگی افغانستان اما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند حتی اگر هم طالبان فعلی با طالبان سابق تفاوت داشته باشد اما در نهایت رگ و ریشه همان اعتقادات تکفیری و افراد گرایانه را در دل دارند لذا در مجموع وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم افغانستان در دوران حکومت طالبان نسبت به 20 سال اخیر تیر و تار خواهد بود